چی صداش کنیم؟ پایه نگه دارنده؟ هولده؟ چی؟ مونوپاد؟ چی صداش کنم؟ خب بیا کامیکای سی وی ام وی ام ده کی فور صداش کنیم. شما هم اگر اهل تولید محتوا و ویدیو گرفتن هستید و همش موبایل دستتونه و در حال فیلم برداری هستین، قطعا به یکی از این نگه دارنده ها، یا بهتر بگیم هولدرها، یا بگیم مونوپادا نیاز پیدا میکنید. چرا؟ به خاطر اینکه شما زمانی که میخواید تولید محتوا بکنید، گوشیتون رو باید یه جا بذارید دیگه، یعنی یه جا نگهش دارید دیگه، یه نگهش دارید و بتونید از خودتون فیلم بگیرید، و اگر از یه منظره چیزی هستش، اگه یه جایی هستش، بتونید در اصل فیلم برداری کنید. خب امروز در رابطه یه دونه محصول میخواییم صحبت کنیم، برای شرکت چینی کامیکا هستش. خب شرکت چینی کامیکا اومده یک محصولی رو تولید کرده که اصطلاحاً بهش هولدر میگن، یا به قولی همون مونوپاد خودمون، ولی با یه شکل و شمایل دیگه، با یک کیفیت دیگه، و بهتره بگم که با یک پکیج خاص دیگه. این محصولی که شما میبینید که شرکت کامیکا تولیدش کرده، برای خودش یه پکیجه. بذارید من بیارم جلوتر شما ببینیدش. این پکیجی که شما مشاهدش میکنید، از عکس روش هم کاملا مشخصه که آپشن های مختلفی داره. زمانی که شما میخواید شروع کنید برای تولید محتوا، اکسسوری های مختلف رو بتونید در اصل بهش وصل بکنید، و این کار شما رو خیلی راحت تر میکنه. خب پس ما امروز میخواییم بریم سراغ این محصول که برای شرکت چینی کامیکا هستش، و ببینیم که اول روی جبهش چیه، بعد جبهش رو باز کنیم، دونه دونه قطعاتش رو دراریم، کیفیت و متریالش رو بسنجیم، ببینیم که کوالیتیش در چه سطحی هست، بعد قطعاتش رو به هم وصل کنیم و توی جبهش ببینیم چی هستش. اگر روی پکیج این عکس نگاه کنید، بالا یه دونه میکروفون داره. چرا میگم پکیج خاصی هست؟ به خاطر اینکه یه هولدر با کیفیت، یا بهتر بگیم یه مونوپاد با کیفیت، همراه با یک میکروفون تقریبا با کیفیت توی رنج خودش. و اگر بخوایم معقول نگاه کنیم، با یه قیمت منطقیه. شما الان بخواید یه میکروفون با یه هولدر یا یه مونوپاد با این کیفیت تهیه بکنید، قطعا ما پول زیادی رو بدید. پس وقتو تلف نکنیم، بزنیم بریم ببینیم که توی این پکیج کامیکا چی هستش. خب قبل از اینکه بریم سراغ جعبمون، اجازه بدید من یه نکته خیلی مهم رو در رابطه کامیکا به شما بگم. تقریبا از 2 سال پیش شرکت کامیکا به صورت رسمی اومد لوگوی خودش رو عوض کرد. پس این رو در جریان باشید. اومد لوگو و کل پکینگ منظورم همون جعبه هستش، لوگو و جعبهش رو، بسته‌بندیش رو عوض کرد. پس شما عزیزان باید بدونید این لوگویی که اینجا مشاهده میکنید، اجازه بدید من یه مقدار بیارم جلوتر، این لوگویی که شما در حال حاضر مشاهده میکنید، این لوگوی قدیمی شرکت کامیکا هستش، و لوگوی جدید این لوگویی هستش که به شما نشون میدم. پس این رو در نظر داشته باشید، لوگوی قدیمیه که اوی وسط شبیه دوربینه، و در لوگوی جدید سی در اصل حالت دار شده، رنگش نارنجی شده، کلن فونت یه تغییرات کلی تری کرده و مدلش کلن تغییر کرده. پس اگر یه زمانی دارید محصول کامیکا رو میخرید و با بسته‌بندی قدیمی، این بسته‌بندی بسته‌بندی قدیمی هستش، اگر یه موقع این بسته‌بندی رو تحویل گرفتید و جای دیگه ای توی اینترنتی لوگوی جدید رو دیدید، این سوء تعبیر برای شما پیش نیاد. شما دریافت کردید فیک یا های کپی باشه. پس نگران این مسئله اصلا نباشید. این بسته‌بندی بسته‌بندی قدیمی هستش با لوگوی قدیمی.
جنس کاملا اورجیناله و کالاهای جدیدی که از طرف شرکت کومیکا به ایران ارسال میشه با این لوگو هست، با لوگوی جدید و بسته‌بندی جدید. بالا سمت چپ لوگوی کومیکا، برند کومیکا هستش، پروفشنال آدیو اکویپمنت. خب در قسمت سمت راست مدل این دستگاه رو نوشته، یه مدل تقریبا طولانی هم داره، CVM VM10K4 مدلش هستش و نوشته مولتی، اگه بتونم بهتون نشون بدم، نوشته مولتی فانکشن اسمارت فون کلمپ میکروفون ویدیو گریپ کیت. این توضیحیه که در عصر جعبش هست. اینجا هم که یه بارکود هست و در اصل نوشته برای اسمارت فون ها، زده فور اسمارت فون. قسمت پایین تر نوشته پروفشنال ویدیو سولوشن فور یور فون. پس همش اشاره داره به بحث این که این برای در اصل موبایل ها ساخته و طراحی شده. خب اینم اطلاعات پایینش. حالا قبل از این که پشت جعبه رو ببینی، عکس جعبه رو ببینید، از عکس اصلا مشخصه که کیفیت این کالا چقدر بالا هستش. کیفیت رو از عکس روی جعبه هم میتونید متوجه شید و آپشن های خوبی که داره. شما نگاه بکنید، این که دسته هستش، اینجا به ما یه قابلیت میده، اصطلاحاً به این میگن براکت اتصال یا براکت مقایسه هم بهش میگن. براکت اتصال چیه؟ که شما بتونید در از اکسسوری های دیگر رو بهش متصل بکنید. حالا این اکسسوری ها میتونه چیزهای مختلف باشه، یه موقع نوره، یه موقع میکروفونه، یه موقع چیزهایی که شما دارید و میتونید بر طبق استاندارد اونها رو وصل بکنید. این قسمتی که میبینید، دقیقا این قسمتی که اینجا هست، برای گوشی های موبایل هستش و در بالا هم عکس یه دونه میکروفون که اصطلاحاً به این میکروفون ها میکروفون های شاتگانی گفته میشه در اصل میبینید. پس پکیجی که ما داریم شامل یک مونوپاد یا به قولی هولدر که یک براکت اضافه ای داره که میتونیم اکسسوری دیگری روش نصب کنیم و در بالا هم یک قابلیت خوب، یک میکروفون شاتگان رو به ما میده. میتونیم تولید محتوامون رو با یه کیفیت بهتری انجام بدیم. خب در قسمت سمت راست جعبه برند کامیکارد داریم. در این قسمت در رابطه میکروفون گفته شده سوپر کاردیود. این قسمت یه مینی لایت هستش و اینجا میگه که ساپورت میشه iOS و اندروید رو، خیلی آسون قابل نصبه و خیلی فلکسیبل هستش و بقیه مواردی که هست. و این پایین هم زده ویدیو کیت و یه عکسی که در اصل هم گوشی موبایل هم میکروفون و هم یه لایت بهش متصل هست رو به ما نشون داده. پس این از سمت راست جعبمون. حالا میخواییم بریم سمت چپ جعبمون ببینیم که چی داریم. خب در قسمت سمت چپ جعبمون هم باز همون اطلاعات نوشته شده، فقط عکس اینجا متفاوت هست و عکس از روبروی دستگاه هستش که شما میتونید روبروی دستگاه رو ببینید. خب در قسمت پشت جعبه هم مجدد باز لوگو و برند کامیکا هستش که لوگوی قدیمیه، ابتدای ویدیو توضیح دادم. و این قسمت هم که پلمپ مخصوص شرکت کامیکا هستش که در اصل جعبه رو پلمپ کرد. وقتی در جعبه باز میشه، یعنی پلمپ رو باز میکنید، در جعبه رو باز میکنید، یه چیزی مثل کیف میبینید، یعنی کیف دستی میبینید. اجازه بدید من درش بیارم. خب جعبمونو دیگه کار خاصی باش نداریم، پس بره کنار. خب اینجا یه کیف میبینیم، یعنی کیف دستی کارمندی میمونه. خب در سمت راست بالا برند کامیکا رو با در اصل لوگوی قدیم زده که اول ویدیو توضیح دادم که داستان به چه صورته و این لوگو تغییر کرده. خب چیز خاص ویژه‌ای نیست، سافت باکسه، یعنی یه باکسه به قولی یه کیف نرمه و بریم بازش کنیم.
خب این داخل کیفمون هستش، بریم دونه دونه ببینیم که چی داره. خب از همینجا شروع کنیم، از اینجا بالا بگیرم، این که از این چیزاست برای بوگیر و اینا که بونه گیره بره کنار. بعد کارت وارانتی، همون کارت گارانتیه، بره کنار. یه دفترچه هست که در رابطه این دستگاه و دستگاه مشابهش توضیح داده که هیچ وقت هیچ کسی تو جهان نمیخونه، پس بره کنار. خب حالا بریم سراغ اصل پک. این اصل پکمون هستش. خب توی این قسمت به قولی دسته رو داریم، هولدر یا نگه دارنده موبایل رو داریم و میکروفون رو داریم. من حالا ویدیو در اصل در رابطه میکروفون هم توضیح میدم و یه ویدیو جدا هم در رابطه میکروفون خواهم ساخت. بهتر بریم سراغ اولی، یعنی میشه در اصل دسته دیگه، چون اینو به قولی میگیرن، هم دسته میشه هم به قولی میتونه رو سپایه وایسه. فکر کنم شما هم خودتون کامل کیفیت رو حس میکنید، کیفیت به شدت بالا، به شدت این کیفیتی که وقتی شما دستتون میگیرید میفهمید که یه جنس واقعا با کیفیت هستش و واقعا کوالیتی خوب. اینجا فلز کار شده، این پیچیه که حالا برای اتصال براکت میذاریم کنارش. تو قسمت بالایی اینجا که فلز کار شده، بیارم از نزدیک شما ببینید و کیفیت واقعا خوبی داره ها، واقعا کیفیتش بالاست. یه نوار مسی رنگ، رنگ مسی رنگ که به قولی با اون کاراکتر اول کومیکا، سی کومیکا و اوی کومیکا در لوگوی قدیم یه همخونی داره رنگش. تو قسمت دست شما لوگوی کومیکا رو میبینید، لوگوی قدیم، و در قسمت پایین هم جایی هستش که شما میتونید رو سپایه پیچش بکنید. اینو بذاریم کنار، این بره کنار، ببینیم دیگه چی داریم. اینم پیچش که حالا براکت روش پیچ میشه، بذاریم روی همین، این بیاد اینجا. خب تو قسمت پارت بعدی که داخل کیفمون هست، این قسمت هولدر در اصل موبایل هستش. اجازه بدین هولدر موبایل رو هم بهتون نشون بدم. خب این هولدر موبایله که در اصل موبایل رو نگه میداره، پیچیه و بر طبق سایز گوشی شما در اصل تغییر وضعیت میده، تغییر اندازه میده. جنس پیچ ها با این که پلاستیک هستش کیفیت بسیار خوب و بالایی داره، یعنی شما قشنگ کیفیت رو میتونی حس بکنی. با باز کردن پیچ قسمت بالایی هولدر هم باز میشه. برای اینکه دید بهتری به شما بدم در رابطه اندازش، از آیفون هم استفاده میکنم و میخوام آیفون هم رو قرار بدم در از توی این هولدر. به تب تا اینجایی که آوردم هنوز کافی نیست، پس باید هولدر اون رو بیشتر باز کنم که فضای بیشتری ایجاد شه که بتونم گوشی آیفونم رو بذارم. بله خیلی راحت، آیفون 11 پرو. یعنی اگر گوشی با ابعاد بزرگتر هم دارید اصلا نگران نباشید، چون قشنگ پیچ میخوره و قشنگ پیچ باز میشه و این هی بیشتر و بیشتر باز میشه. و وقتی هم که میخواین ببندید فقط کافیه پیچو ببندین و همونجا گوشیتون رو در اصل دیگه قفل میکنه و دیگه گوشی شما ثابت میشه. و در زمانی که ولاگ میگیرید دیگه نگران نیستید که گوشیتون بخواد بیفته، پرچه یا هر چیز دیگه، چون با این پیچ کاملا سفت سفت شده. خب اینم از هولدر. خب هولدرمون رو هم میذاریم اینجا تا بریم سراغ وسیله بعدی. وسیله بعدی که میبینیم، وسیله بعدی میکروفون هستش.
این میکروفون میکروفون شاتگانی هست. اصطلاحا به این میکروفونا میکروفون های شاتگانی. مدل این میکروفون CVM-VM10-2. حالا اون دوه در اصل یه دو رومی نوشته، ولی این چیزی که من دارم میبینم بله CVM-VM10-2 ویدیو میکروفون هست. خب میکروفونمون که یه پاپشیلد داره که برای پوچه و این چیزها رو میگیره و اون نویز صداها رو اینا رو کمتر میکنه، و باز برند کامیکا رو اینجا داریم. و خدمت شما عرض کنم که پشتش هم که جک مخصوص مربوط به موبایل و میکروفون هست. استانداردی هستش که شما بتونید به وسیله‌های مختلف در اصل اتصالش بدید، و این پیچی هم که اینجا داره پیچ مخصوص در اصل سپایه هستش و به انواع سپایه ها وصل میشه. این پایین هم که زده اسمبلین چاینا، که اصلا خود کمپانی چینی هستش. خب اگر از متریال بهتون بگم، متریال خوبی داره، کیفیت در اصل میکروفون هم میکروفون با کیفیتی از نظر متریال. حالا از نظر صدا رو که باید تستش بکنیم، از نظر متریال ترکیب فلز، اینجا فلز، ترکیب فلز و یک پلاستیک خوب نرم، پلاستیک خشک نیست، یه پلاستیک خوب نرم با کیفیته. اینم از متریال در اصل میکروفونمون که اینجا همه فلز هست، اینجا همه فلزه و تنها جایی که پلاستیک همین تیک هست، این تیک پلاستیک، بقیه کل میکروفون فلز هستش. خب حالا بعداً میکروفون رو هم بررسی خواهیم کرد، میکروفون رو بذاریم کنار بریم ببینیم دیگه محتویات چی داره. این سمت کیفمون دیگه چیزی نداره، با این سمت کاری نداریم، میخواییم بریم این قسمت کیفمون که یه تعداد وسیله مسیله اینجاست. چیزی که هست، اجازه بدین درش بیارم، یه دونه کابل در اصل باز برنده، یه کابلی هستش برند کامیکا رو اینجا زده فور اسمارتفون، برای موبایل. موبایل رو هم از این سه خط میتونید تشخیص بدید که جک 3.5 هستش. اصطلاحاً میگن TRRS. اگر TRS دیدید، TRS خالی، در اصل به کامرا و دستگاه دیگه ای میخوره. کیفیت کابلمون کیفیت خوبی هستش و حالت ارتعاشی داره، ولی یه مقداری کوتاهه، یه مقداری کوتاهه، ولی خب کوتاه بودن کابل هم خیلی به اون صورت مهم نیست، به خاطر اینکه میکروفون شاتگانی اصلا یکی از قوانینش اینه که باید به منبع صدا نزدیک باشه، قرار نیست که دور باشه. اون قسمتی هم که میبینید باید این سر کابل رو بهش بزنیم، این سر که دوتا خط مشکی داره میخوره به در اصل میکروفون شاتگانیمون، و این قسمت هم میخوره به گوشی موبایل. خب ممکنه الان سوال بشه براتون که گوشی های ما الان سری جدید هستن و جک 3.5 ندارن، پس باید چه کنیم که این رو بتونیم اتصال بدیم؟ قطعا در ادامه ویدیو این رو خواهم گفت و تبدیل مناسبش رو بهتون نشون خواهم داد. خب بذاریمش کنار این رو، بریم باز ببینیم که تو این قسمت چی داریم. خب یه دونه ویند شیلد، ببین اشتباه نشو، به این میگن، به این مشکی میگن پاپ شیلد، به این میگن، به این میگن ویند. شما تو خیابون دارید ولاگ میگیرید یا دارید تولید محتوا میکنید یا دارید ویدیو میگیرید یا هر چیز دیگه و یه باد شدیدی میاد، این رو روی همین پاپ شیلد نصب میکنید، میکشید روی پاپ شیلد و باد در از کمتر ضبط میشه. خب در ادامه یه قطعه اینجا داریم، بزنیم چیه، یه قطعه هم اینجا داریم، اصطلاحاً به این قطعه براکت گفته میشه، پس بدونید اگر یه موقعی همچین چیزی رو دیدید به این میگم براکت مقایسه یا به این میگم براکت مقایسه یا براکت نگهدارنده. بزنیم من بازش کنم که شما میتونید روش اکسسوری وصل کنید. به این میگن در اصل براکت مقایسه
من از دورتر نگه دارم که شما بتونید ببینید براکت مقایسه یا براکت نگه دارنده بهش میگن. خب براکت نگه دارنده باید از جنس فلز باشه، یعنی این الان دقیقا جنسش کامل فلز هست. خب من بیارم نزدیک ببینید کیفیتش رو. باید از جنس فلز باشه، چون وقتی یه چیز سنگین بخواد روش سوار بشه باید تحمل اون وسیله رو داشته باشه. اینم وسیله ای هستش که شما میتونید در اصل لایتو میکروفون و اینا رو روش سوار کنید. در اصل همینجا از این میکروفون استفاده بکنم بهتون نشون بدم. شما این قسمت میکروفون رو میبینید، این یه حالت پایه داره، این دقیقا داخل همین میره. فقط قبلش باید یه مقداری پیچش رو شلتر بکنیم، پیچش یه ذره شلتر میشه. بعد شما میتونید اینجا، این بهترین تست همین میکروفون هست که ما میخواییم در اصل اینجا قشنگ میکروفون میاد اینجا. خب بازی داره اینجا، میکروفون دازی داره. همینجا شما در اصل پیچ میکنید، پیچ پایین رو سفت میکنید و این قسمت پایه اینجا محکم میشه. و از قسمت بالا هم اگر نگاه بکنید، از قسمت بالا هم اگه توجه کنید پیچ اینو میچرخونید که خود میکروفون بازی نداشته باشه، خود میکروفون هم سفت شه. الان قشنگ روش کامل سواره، شما میتونید به راحتی دیگه استفاده کنید. خب بریم اینا رو سوار کنیم رو هم، چون اینا قطع قطع هست. بریم اینا رو سوار کنیم و ببینیم خروجیمون چی در میاد. خب بچه ها، طریقه نصب کردن و اسمبل کردن رو گام به گام با هم میریم جلو. اول از این شروع میکنیم. این در اصل هم نگه دارنده مونه که توی دست قرار میگیره، هم میتونه روی سپایه وایسه. الان با سپایه کار نداریم، میریم سراغ در اصل قسمت بالایی. روش باید براکت قرار بگیره. این رو در نظر داشته باشید که براکت اینجا قرار میگیره. خب اینجا رو نگاه بکنید، یه جداره داره دقیقاً بر طبق این هلالی، دقیقاً بر طبق هلالیمون دقیقاً میاد روی کارمون. این میاد روی اینجا. بذارین از دورتر نگه دارم. اینجا یه پیچ داریم که این سمتش نازکه، این سمتش زخیمه. از قسمت زخیم خب شما باید بپیچونید که پیچ وارد قسمت پایمون بشه و سفتش بکنید. اوکی، پس تا اینجای کار رو با هم اومدیم. خب حالا میخواییم بریم سراغ هولدر. ببینید هولدرمون دو تا پیچ داره، یکی بالاست، میبینید یه پیچ بالا داره که این باز و بستشه، کاری با این نداریم. در قسمت پایینی یه حالت رزوه هم داخلش هست، اگر بتونم بهتون نشون بدم که خیلی خوبه. خب الان نگه دارندمون قسمت بالاییش یه پیچ نازکه، این پیچ نازک دقیقا داخل این پیچ میشه. میبینید دقیقا داخل این پیچ میشه و کامل بپیچونیدش که کاملا محکم بشه. خب پس تا اینجای کار براکتمون رو وصل کردیم، پایه رو، نگه دارنده رو وصل کردیم، هولدر رو هم وصل کردیم. دیگه چیز خیلی خاصی نمیمونه. فقط بچه‌ها در قسمت بالا اینجا رو میبینید، این شکاف رو، اینجا استانداردیه برای در اصل میکروفون. خب چون دو طرف است، دو حالت است، میکروفون در دو حالت قرار میگیره. خب یه موقع است شما ممکنه دوربین رو یه جوری قرار بدید که به سمت خودتون نباشه، بر طبق اینکه شما گوشی رو کدوم سمت قرار میدید این قابلیت، میکروفون رو هم شما بر طبق نیازتون در اصل قرار بدید. خب اینجا دقیقا میبینید دقیقا میکروفون اینجا قرار میگیره، و اگر گوشیتون برعکس باشه میتونید میکروفون رو در بیارید و
رو به سمت مخاطب بذارید، کسی که قراره ضبط بکنه و سفتش کنید. پس این قابلیت به شما داده میشه که هر سمتی که دارید تولید محتوا انجام میدید همون سمت قرار بدید و این قابلیت خیلی خوبیه. بریم سراغ این قسمتش. این قسمت برای حالا یا میکروفون دیگه یا در اصل لایتی نوری چیزی میخواییم وصل کنیم برای این قسمته. بریم سراغش. اینجا یه حالت ریلی داره، این قسمت یه حالت ریلی داره، میاد اینجا رو این ریله، یه حالت ریل اینجاست، این روی این ریل در اصل بازی میکنه و شما از قسمت پایین باید پیچش رو صفر بکنید، از بالا که نمیتونید چون اکسسوری روش قرار میگیره، از پایین پیچ رو صفر میکنید. خب اینجا رو داشته باشین، پیچ وارد رزوش میشه و در اصل میتونید سفتش. و ما الان براکتمون رو کامل نصب کردیم، این قسمت که هولدر در اصل موبایله که شما میتونید موبایلتون رو بذارید، این قسمت در اصل میتونید روش لایت، میکروفون یا هر چیز دیگه ای که دوست دارید نصب کنید. به صورت دیفالت شرکت کومیکا یه میکروفون قرار داده که مدلش رو خدمتتون عرض کردم، ویدیوهای دیگر قطعا تست صداش رو خواهم گذاشت براتون. و فقط بریم سراغ این که اینجا من بگم شما چجوری این در اصل میکروفون رو به گوشیایی مثل آیفون که لایتنینگ هست یا مثلا گوشیای سامسونگی که مستقیم تایپ سی هستش چجوری اتصال بدید. خب بچه‌ها من میخوام سه حالت رو بهتون نشون بدم. از یه گوشه سامسونگی کمک میگیرم که به جز اینکه درگاهش درگاه تایپ سیه، خودش هم جک مخصوص 3.5 رو داره و یک بارم روی آیفون و یک بارم روی گوشی اندرویدی دیگه‌ای که فقط در از تایپ سی هست و جک 3.5 نداره. پس بریم ببینیم که چی کار باید. الان گوشی رو وصل کردم، میبینید که دوربینش هم روشنه، میکروفون رو هم کانکت کردم. اوکی، میکروفون کانکت، این ورم کانکت. به محض اینکه پلی رو بزنیم باید یه پیغام بیاد که داره از میکروفون دیگر ضبط میکنه. دیدین؟ recording audio with external. یک بار دیگه پیغام خودتون ببینید، اکسترنال میکروفون. پس الان داره از میکروفون بالا صدا رو ضبط. خب حالا بریم سراغ در از آیفونمون، ببینیم که آیفونمون چجوری اتصال بدیم. یه چیز خوبی که این هولدرها دارن، این قسمتشون، این قسمتی که گوشی رو نگه میدارن، یه قسمت نرمی دارن که اصلا به گوشی آسیب وارد نمیشه. خب من پیچ اینو سفت کنم. حالا ما یه دونه جک 3.5 داریم و هیچی، و این قسمت هم لایتنینگ. چه کار کنیم؟ دوستان عزیزی که آیفوناشون جدیده، بازم گفتم باید از تبدیل استفاده کنن. حالا کسایی که آیفون قدیمی تر دارن مثل این، مثل این آیفونی که در اصل جک داره، دقیقاً داستان مثل داستان سامسونگ هست. گوشی آیفون شما برای برند اپله، پس قطعاً باید تبدیل اورجینال اپل رو بگیرید. شما نیاز به همچین تبدیلی دارید، Lightning to Headphone Jack. قطعاً کسایی که از آیفون جدید استفاده میکنن نیاز به این تبدیل دارن، پس حتماً این تبدیل رو از اپل استور تهیه کنید دوستان. خب این از این بندازیم بره.
این جک میکروفونمون که جک 3.5 میاد به این کانکت میشه، اوکی. و این ورم باید بزنیم به چی؟ بیارم جلوی جلو. خب این ورم که میره به در اصل آیفون اون کانکت میشه. پس شما از این طریق باید میکروفونتون رو، میکروفون شاتگانی کامیکا یا هر میکروفون شاتگانی، هر میکروفون دیگر که همچین شرایطی داره، این شکلی اتصال بدید. خب بریم ببینیم چی در اومد، از کجا بفهمیم که میکروفونمون روی آیفونمون کانکته. بیاین اینو قطع کنیم. وقتی آیفونتون رو از بالا به پایین میکشید، این اولیه رو میبینید که در از عکس ساند داره یا عکس صدا داره. بیارم جلوتر. خب میبینید این الان صدای معمولیه، در از خود آیفون هستش. به محض اینکه این تبدیل وصل میشه این تغییر پیدا میکنه. دیدید؟ یه بار دیگه ببینید این شکلی بود. به محض اینکه تبدیل کانکت میشه میره روی میکروفون. پس وقتی این رو دیدید یعنی میکروفون کانکته و میتونید ضبط رو شروع کنید. خب میخواییم بریم سراغ بحث گوشی اندرویدی که جک 3.5 نمیخوره و فقط همون درگاه تایپ سی یا همون USB-C رو داره و ما باید این میکروفون رو بهش متصل بکنیم. خب برای این تست ما از یه گوشی سامسونگ استفاده میکنیم که در اصل درگاهش درگاه تایپ سی هست. الان ما یه جک 3.5 داریم که برای میکروفونمونه و اینجا هم هیچ پورت، در اصل هیچ درگاه جکی نداریم که بتونیم این رو اتصال بدیم و فقط پورت شارژ تایپ سی هستش. دقیقا مثل آیفونمون باید از تبدیل استفاده کنیم، ولی از تبدیل مخصوص جک 3.5 به تایپ سی. اینجا قسمت جک میخوره به این و قسمت تایپ سی هم میخوره به گوشیمون. اوکی. خب بچه ها میبینید که اتصال رو انجام دادیم به میکروفونمون کانکت. الان میبریم روی ویدیومون و خب به محض اینکه در اصل ما دکمه ریکورد رو بزنیم باید یه پیغام بده که داره از میکروفون خارجی ضبط میکنه. پس بریم. دیدید ریکوردینگ آدیو USB میک. پس اعلام میکنه که الان داره از میکروفون بالا، میکروفون کامیکا صدا رو ضبط میکنه و شما میتونید به راحتی تولید محتواتون رو شروع بکنید. خب پس اینم از این، هر ستا رو، هم جکدار رو، هم آیفونی و هم سامسونگی که تایپ سی بود رو بهتون نشون دادم که چجوری روی هولدر قرار میگیره و اتصال میکروفون رو هم بهتون نشون دادم. ممنون از این که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. میدونم که ویدیو طولانی شده، از شما پوزش میخوام از این بابت، ولی چون باید قسمت‌های مختلفش رو تست می‌کردم قطعاً زمان بیشتری برد و می‌خواستم همش در یک ویدیو باشه. خب بریم سراغ کلام آخر. تو کلام آخر این هستش که شرکت مهین مدیا نماینده رسمی شرکت کامیکای چین هستش و در حال حاضر قیمت این در اصل نگه دارنده، حالا هولدر یا مونوپاد هولدر، هر چی که اسمش هست رو میتونید به قیمت 1.900. کالایی که ما هم بررسیش کردیم واقعا ارگونومی خوبی داره، کیفیت واقعا خوبی داره. یعنی اگر کسی هستید که
اهل سفر هستید، دائما میخواید ولاگ بگیرید، مخصوصا توی خیابون هستید و دنبال یه وسیله‌ای هستین که هم محکم باشه، هم بتونه آپشن‌های زیادی رو به شما بده، جای نور داشته باشه، میکروفون و چیزهای دیگه، قطعاً کالای خوبیه چون ارگونومی خیلی خوبی داره و شما خیلی راحت میتونید توی خیابون ازش استفاده کنید و ولاگاتون رو با کیفیت خوب بگیرید. مرسی از اینکه نگاه کردین. و فقط مورد آخر برای کسایی که میخوان به صورت ثابت ازش استفاده کنن و میخوان تجهیزات بذارن ولی به صورت ثابت روی میز قرارش بدن، قسمت انتهاییش پیچ مخصوصه در از سپایه های روی میز رو داره و شما خیلی راحت میتونید بذارید روی سپایه و پیچش بکنید و روی میز ازش استفاده کنید و روی سپایه همون قرار میگیره و خیلی راحت شما شیک میتونید شروع بکنید. خب اینم از این ویدیو، مرسی که نگاه کردین، فعلا خدافظ.